موضوع خرید واکسن چیست؟ بالاخره خامنه ای و روحانی قصد خرید واکسن دارند یا نه؟ پولش آماده است، ارادهش هست، تصمیم هست، دستور هست، آمریکا مانع هست. اما رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت دارو از تحریم معافه، یعنی ما اگر مثلا پولی رو به شکلی که قابل قبول باشه برای فروشنده بهش بدیم، هر فروشنده از هر جای دنیا به ما دارو میفروشه. دستور دادم این واکسن ها تهیه بشه، خریداری بشه. اما واقعیت چیست؟ ایران در کوواکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام. در اتحادیه جهانی واکسن اعلام کرد که من از کدوم واکسن از فایزر رو نمیخوام. عجب. به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی 70 میخواد و ما نه هواپیماشو نه به هر حال حمل و نقلشو. من نمیگم از کدوم کشور میخواد، ولی وقتی بگیم از فلان کشور هست مثلا ممکنه مردم ما مثلا نمیزنیم. اما روزنامه همدلی نوشت دولت به تهیه واکسن روسی و چینی دلخوش کرده است که حتی مؤثر بودن آن در نزد روس‌ها و چینی‌ها هم محل تردید است. یعنی ما بحران اعتماد پیدا نکردیم. واکسن کرونا بیات می‌زنی؟ نه. مردم بهش اعتماد نمی‌کنن. توی ایران کی تست کنه شما می‌زنی؟ روحانی که خیلی حساسه. هیچ کدوم نمی‌زنن، منم به کسی اعتماد نمی‌کنم. اما همین تبلیغات هم بازتاب افشاگری های مقاومت است و الا نیازی به تولید فیلم و نمایش نبود. چون ببینید ما 4000 نفر تو آلبانی داریم. بله. به زبان فارسی منافقین هر روز برای ما مطلب می نویسن. شما مطمئن بشین ما واکسن هم بزنیم میگن اینی که زدن واکسن آمریکایی بود، تو مثلا تو فلان چیز خالی کرد یا اصلا آب زدن نمیدونم فلان. بله، مردم و مقاومتی که با افشاگری و ارائه اسناد جنایت مانع موفقیت سیاست کشتار جمعی خامنه ای شدند، با جاروی کرونای ولایت پیروز می شوند.